بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام ببرمتون یه سری از جاهای مختلف بانه رو بهتون معرفی کنم که اگه یه زمان خواستین بیاین بانه بدونین، مثلا اگه رستوران خواستید کجا برید، اگه چه میدونم گوشی خواستید برید کدوم پاساژ. میخوام تو این ویدیو همه اینا رو بهتون توضیح بدم، پس ادامه ویدیو رو با من باشید. اول بهتون بگم واسه اونایی که نمیدونم بانه کجاست، بانه یه شهر مرزی تو استان کردستانه که با کشور عراق همسایه است و مرز داره. قبل از این که مثلا همه چیز بشه اینترنتی و آنلاین شاپ و اینا، بانه عیدای نوروز خیلی مسافر داشت. یعنی من کوچیک بودم یادمه یه بار فکر کنم سال 85 بود اگه اشتباه نکنم، به قدری تو بانه مسافر زیاد بود که اصلا با هلیکوپتر مواد غذایی اینا رو می آوردن. اصلا هر سوپرمارکتی می رفتی مخصوصا آب معدنیناشون رو همشون تموم کرده بودن. اصلا انقدر مسافر زیاد بود که ماشین های مواد غذایی اینا نمیتونستن بیان. بعد دیگه اصلا ورودی و خروجی بانه رو بست، خروجی که نه، ورودی بانه رو بستن از هر طرف که دیگه مسافر نیاد. ولی خب الان کمتر شده دیگه، چون همه میتونن خریداشون رو آنلاین بکنن، همه پیج دارن، همه مغازه ها. ولی حالا اگه شما تصمیم داشتید، میخوام تو این ویدیو بهتون بگم که کجاها برید. تو بانه یه رستوران که هم کافه باشه هم رستوران و کیفیت غذاش خوب باشه داجیار که الان بهتون نشون میدم، ولی خدماتشون ضعیفه. اما خب دیگه کیفیت غذاشون خوبه دیگه، حالا بذارم بهتون نشون بدم. این هم از خود رستوران که میبینید، رستوران داجیار، طبقه بالا کافه، طبقه وسطی رستورانه، پایینم که انتظاره چون خیلی شب و شلوغه. تو پایین مثلا اونایی که منتظرن میشینن تا که جا خلوت بشه و برن مثلا یه کافه یا رستوران. اگه میخواید لاکچری خرید بکنید، مثلا جنسای ترک بگیرید، خیلی هزینه بکنید، بیایید آفتاب درخشان، چون که اینجا قیمتاش مناسب نیست و حتی گرونم هست. جدا از لباس و مثلا اینجور چیزا که میگم لاکچری خرید بکنید، لوازم خونگی هم داره. حالا هم ناسا نمایندگی داره اینجا، هم کلی لوازم خونگی دیگه داره و خلاصه این دیگه همه جنسای اینجا اصله. میگم اگه قیمت واسه تون مهم نیست بیایید آفتاب درخشان، چون که مثلا لوازم آرایشی هایی که اینجا هست همشون اورجینال، مثلا از برندای چه میدونم دیور و هدا بیوت، همه برندای اصل اورجینال اینجان. و همین دیگه، اگه میخواید حسابی پول خرج کنید بیایید آفتاب درخشان. اینم از خود مجتمع آفتاب درخشان. یه کوچولو پایین‌تر از آفتاب درخشان پاساژ آربابا هست، حالا کلی پاساژ دیگه هم هست، ولی اگه کیف و چمدون و چه میدونم ساک ورزش رو اینو میخواین، پاساژ آربابا منبع کیف و ایناست و میتونید بید اینجا کیف بگیرید که قیمتاش هم خیلی ارزونه. البته تو افتاب درخشان هم یه مغازه هست که چمدون و کیف و اینا داره که باز میگم جنساشون اورجیناله، مثلا واسه الوی و گوچی و دیور و همه اینا برنده و قیمتاش هم خیلی گرونه. مثلا من پارسال یه ست چمدون و ساک دستی گرفتم از برند گوچی، 6 خورده‌ای بود با تخفیف. خلاصه ولی اینجا پاساژ آربابا خیلی ارزونه و خیلی هم جنساشون خوب و تنوعشون هم زیاده. این هم از خود پاساژ آربابا که یه مجتمع خیلی قدیمی هم هست. پایین تر از پاساژ آربابا که میرسیم به مجتمع تجاری، یعنی بازار تجاری بانه که بیشتر لوازم خونگی و اینا داره. این مجتمع روبازم هست، مثل پاساژهای دیگه نیست و کوچولو هم هست دیگه، خیلی به اون صورت بزرگ نیست و بیشتر وسایل مثلا لوازم خونگی و چه میدونم کارد و چنگال و اینجور چیزا داره، چیزایی که مربوط به آشپزخونه باشه. بچه ها این قدیمی ترین و اولین پاساژ بانه است، پاساژ نور که بیشتر هم قاشق چنگالایی نداره. هم از وضعیت خیابانهای جلو پاساژ، اینجام که پاساژ بهشت، بیشتر لبازی رو جوراب و اینجور چیزا داره، قیمتش هم خیلی مناسبه.
اگه بیشی کری باشه. الله تازه کریم من. اینجا پاساژ شافعی رو میبینید که سه تا شعبه داره، یک و دو و سه، که بیشترم لباس و پوشاک داره. میبینید لباس و پوشاک. البته آرایشی و اینا هم داره، ولی خب بیشتر پوشاکه. از پاساژ شافعی که میایید پایین تر یه پاساژ قدیمی هست که اینجاست پاساژ ابراهیمی، بورس انواع گوشی و لوازم جانبی و اینجور چیزاست. اینجا هم که پاساژ خدری منبع انواع لوازم آرایشی که از چین میان، یعنی مثلا برندهای بیو آکا و اینجور چیزا منبع ایناست. بچه ها اینجا پاساژ خدری جدا از لوازم آرایشی بهداشتی آرکوپال و اینا هم داره که اینجا میتونید ببینید. اینجا هم که کلن سرویس بابلمه آرکوپال و اینا داره. این هم که پاساژ ابراهیم. اینجا یه پله که پل اینجا این پل است و اینکه اینجا هم بازار کفش بانن. کلن این خیابون تا اون سر که میری سنگ فرشه و همش کفشه. بریم بهتون نشون بدم. یه پیج هست، پیج سامان شوز، نمیدونم دیدید یا نه، کل اینستا رو رنده کرده و نامبر وان ایرانه تو این بازار کفشه. ببینید از اینجا تا اون سر کلن کفش فروشیه به اضافه این بازارچه کوچیکم که ببینید. بچه ها تا چیز بهار وقتی فصل ریواس و چاقال بادوم و کل گیاه های بهاری هست اینجا میبینید، همه رو میارن اینجا میفروشن. میبینید اینجا یه آقای اینم آورده چیه فکر کنم؟ لوشه است برای... لوشه نیست بابا، نمیدونم. بابا لوشه است برای غذای آشتوخ. آشتوخ آفره. آره خلاصه که حالا تو فصل بهارم میام واسه تون ویدیو میگیرم. اینجا انقدر شلوغ میشه، همه اینجا میشینن گیاه میفروشن از این گیاه های خوراکی و اینا. خب حالا بریم هتل هاله رو بهتون نشون بدم. هتل هاله یه هتل 5 ستاره، البته تنها هتل 5 ستاره تو شهر بانست که خیلی هم بلنده، هم خیلی خوبی داره، رستوران هم داره که مثلا مردم عادی هم اونه که مثلا تو هتل نیستن میتونن برن از رستورانش استفاده بکنن. ویوش خیلی خفنه. حالا یه بلاگ دیگه واسه تون میگیرم هر شب که رفتم اونجا که ببینید ویوشو. ولی خب در کل تو بانه چند تا هتل هست، هتل شار، هتل زانکو، هتل هاله، هتل آریان، ولی هتل هاله از همشون لوکستر و لاکچریتر و ویوش هم قشنگتره. بریم که بهتون نشون بدم. خب بچه هایی هم از ویدیوی بانگردی و معرفی جاهای مختلف بانه، اگه دوست دارید جاهای دیگر رو بهتون معرفی بکنم یا هر نظری که دارید، حالا ایده، چه میدونم دوست دارید راجع به چه چیزای دیگه واسه تون ویدیو بگیرم از بانه، حتما توی کامنت ها واسه هم بنویسین. و اینکه خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.